تمامدار بخشنده دادگر که از روی از پیدا به گیتی کند. خداوند هند و خداوند چین، خداوند توران و ایران زمین. سلام عرض میکنم خدمت اساتید و پژوهشگران محترم. به باعث افتخار من هست که امروز به همراه همکارانم و اساتید دانشگاه مختلف ایران در خدمتتون هستیم. مطابق برنامه اولین استادی که باید سخنرانی بکنم جناب آقای دکتر چگنی‌زاده هستن، اما من میخوام به رسم ادب و احترام به میزبانی اساتید افغان خواهش بکنم که بحث رو جناب آقای دکتر سید اسکر موسوی استاد دانشگاه آکسفورد بحثش رو آغاز بکنم. بعد در خدمت بقیه اساتید باشیم. خانه خندهاری و خودشا ایران که
زن در شیراز و مهاجرت در تهران. به هر حال بحث مهاجرت یک بحث بسیار پیچیده تر از این چیزی است که ما فکر کنیم در خارج امروز دیده میشه. نکته دومی که بد نیست تا هم خیلی هم گذاشت و این مفهوم خوب است که جناب آقای دینپرست ما آفغانی ها در ایران چند تا کار خوب کردیم. یکی خوادمان خوبی است بعد ما یکی این که ما به ایرانی ها حتی اخل گفتیم این بیدل هم چهار تا شیر بلد است بیدل ما معرفی کردیم این مهاجر معرفی کردیم بعد ما در بحث‌های جدید خوشبختانه خیلی بحث‌های مثبت و سالم شروع شد در ایران در حوزه دانشگاهی در جامعه‌های شاهنامه ما کم کم به اینجا می‌رسیم که ما خیلی ریشه‌های عمیق‌تر و عظیم‌تر فرهنگی و تاریخی و مدنی داریم که بیشتر رو به تصور ما بنابراین اون چیزی که ما در ارتباط با ایران و افغانستان داریم این چیزا بی‌نظیر هست میشه جنبه های مثبت من متفقم جنبه های مثبت بیشتر هست در جنبه های من به این مفهوم که با تمام این داستان های منفی هست در ایران داستان های خیلی مثبت هم هست الان بخش زبده فرهنگی، رسمانهی، مطبورتی افغانستان و بچه های مهاجری که از ایران برگشتن از کنه این مهاجری اینا تشکیل بدن این نشان میده که قد هم بد نبودن خب دو مسئله هست که با احتیاط که من آدم دیپلمات نیستم بعد ما خواهم بحث دولت ها و سیاست گذار ها و سیاست ها از بحث مردم ایرانی یا مردم باید با اطلاع کرد آغوش مردم ایران به روی مردم افغانستان باز بوده باز بوده و باز هست و باز خواهد و برعکس مردم که خواهد اما خب بعض مشکلات ما در سیاست گذاری ایران داشتیم داریم و اینا باید به طور جدی برخورد شد بحث پارک اصفهان به همه ما خبر داریم یا بحث در زمان یک رئیس جمهور 2000 سال پیش در ایران که نشته بود در این زمان در ورقای کنکور افغانی حق اشتراک در کنکور را ندارد یه بحث های اینجوری بحث های جدی در ارتباط سیاست‌گذاری ایران هست که نیاز در اتفاقا بعض اینا میراث بسیار بد است از نظام گذشته نظام شده یکی از نکته‌های که من خدمت دوستان چون در حوزه دانشگاهی هستیم و دوستان دانشگاهی اینجا تشکیل دارن بحث تبعیض فرهنگی در شما خوشتون بیاد خوشتون نه تبعیض فرهنگی در ایران به صورت سیستماتیک وجود داره نه به صورتی که مثلا من یک کسی هم یه بار من رفتم توی شهر خوانسانس خیلی من ناز کرد بوسی فلان چون من خیلی عبادت دارم بعضی تخوانس بود بعد یک کسی هم از آمانه بود از تبریز به اون خیلی بی محبتی کرد بعد اون بود بوسی در آن بود ما خراسانی و این روبوتی آسانی شما که از اونجا هم بود اونجا اونجا بود بسی دیگر بود اما بعض تبعیز در سطح ایران به صورت سیستماتیک یعنی institutional discrimination ما در ایران داریم من میشه خدمت شما هست کنم بچه های ما که میتونم برن دکترهای عربیات فارسی بخونن اگر شش پشت هم متولد شده باشه در ایران میگن شما برن بچه بنگلادشی و هندی اونا بخونه خارجی این قانون است در دانشگاه تهران و در دانشگاه ایران یه من به این خاطر میگم که تازگی ها من یک سال دوست رو پیش باید یعنی شما اگر افغانی هستین اگر دبستان رو خوانده باشین دبستان رو خوانده باشین دانشگاه لیسانس هم خوانده باشین شاعر هم باشین نویسنده هم باشین خیلی هم خوب خراسانی هم بنویسین سر خراسانی وقتی میریم در دوره دکترا یا در بعضی مثل دوره این چیزا را چون تجربه من دوست دارم شما رو دیگه برو فرده اون
من به خدایی که از خانجانی آمده قدیم اون بشه چون که خارجی هست. من این داستان با استاد و دوست بزرگوار من جناب شفیق اکرم در میان گذاشتم. چرا با ناراحتی گفتم چکار نظام میشه؟ خب این من نمونه هم میتونم. اگر بخواییم که بحث که ما کلی بسازیم کلیات بگیم خب ما به جمعه نیست. در اینجا هم ما تبدیل داریم. اینجا غیر تبدیل چیزی نداریم متاسفانه. کار خود ما آسان میسیدن در افغانستان غیر تبعیز چیزی نداریم متاسفانه. ولی در اونجا خب ما یه بعض تبعیزها رو میرون خیلی میدیم. اینجا چیز تبدیل نداریم. کار ما خیلی مشکل تر از متاسفانه. اما چون در ایران نظام اجتماعی شکل گرفته رشد ساختار اجتماعی اقتصادی فرهنگی بسیار بسیار متفاوت با افغانستان میشم اونجا این نکات را از چشم در راه حل اگر بخواهیم کرده در افراد با تکیه داریم که مهاجرت بدی ولی نیست ما همه ما فرزندان مهاجرانی هستیم داخل مکه ممکنه از کابل نرفته باشیم ممکنه از اصفهان رفته باشیم تهران یا از پیلی میشه بگیم اینترنال دستیس که اگرچه من آقای موسوی که از پدر در ما مهاجره هستیم چه به چند کاش مهاجره برای آبوشن ایرانی هم من افغانی برای خود داستان مجاهد پدرمان بود من بگم که یه سری کارها میشه کرد در ارتباط ساختار سیاسی چرا ما نتونیم مهاجرین افغانی را از دولت بی‌همیتی یا بی‌تکلیفی یا استیتلس پرسن بردیم چون کار نکنیم یکی از دایش این است که بیاییم محترف و اون طرف با هم بشینم همه افغانی ها را بخواهیم نخواهیم این افغانی آنجا هست اینا پاسپورت بودیم اینا را داریم به هویت داریم بیشتر جرایم میگنیم از بحث مهاجرت خوشبختانه الان درس دانشگاهی شده و این افیر فقیر تنزی که سی چند سال از دانی درس تقریبین دانش ما میتونیم دانهایی که زیر وقتی شما بودید مجرم من میرم پایی بولون مجرم میرم فکر میکنم یا مجرم به رامنه احساس میکنم و کسی که احساس مجرم ده باید جارم در زمان شما هم در اتفاق ایدونیت دارد من از این زمان بگم که اینا بگم ترست بگوتن این افغانی که در صورت کرده پس که همیتر میشه افغانی برده چرا؟ چون این هویت نداره چون چه تو بشه مجزده سوی استفاده استثمار فرهنگی باشه بشه که دیمه نداره استفاده ایدونی میشه و یه همون ترابی بیسه برای ها بخواهیم این جدا کنم بشه باید مسئله مهاجرت بزرگی مصبر نگاه کرد نخبه های اگر نخبه ها میتونن کاربر داشته میتونن که رای حلوی بسیار عملی در ارتباطی با ایران و افغانستان پیشنهاد خیلی ممنون بسیار بخشم من پیدانی کنم داستان زیبایی در شاهنامه اشاره می‌کنم که سفیری از کابلستان به زابلستان میاد و سفیری خانمی به نام سیرو که با هدایای بسیار زیادی به زابلستان میاد و تلاش میاد که جنگ بین این دو منطقه رو و خصومت و دشمنی رو از بین ببره البته خیلی هم باب نبود که خانم به عنوان سفیر یا فرستاده بیانجا دونی که حتی در واقع حکمران زابلستان که سام نریمانگوی تعجب میکنه و میگه به جایی که خواسته چندین بودش فرستادن زن جایی میکنه این وقتی این خانوم دانشمند میاد و صحبت میکنه میتونه جلوی جنگ رو بگیره و بعد این روابط خوب میشه که دختر اون خانوم با پسر سام نریمان به زابلستان ازدواج کنه و حاصل اون ازدواج رستم دستان میکنه بنابراین این پیوندها از دوره شاهنامه بوده من این دوست
خوشحالم که همکار دکتر خانم دکتر روز فضلی که دکترای موسیقی از دانشگاه اردوی فرانسه دارن و خود دکتراشون رو هم در باره افغانستان نوشتن هیئت ما رو همراهی کردن تشریف آوردن من همکارم خانم دکتر فضلی در واقع میخوایم پیام دوستی و علاقمندی به آشنایی همکاری با اساتید خانی در افغانستان رو خدمتتون ابراز بکنیم تشریف دارم شما هستشم سلام علیکم خیلی متشکرم از لطف فرمود پیشیا موضوع که قرار است در موردش صحبت بکنم بررسی رویکرد امنیت غرب نسبت به افغانستان و تبعات اون بر مسئله مهاجرت هست در این کشور یه مقدار مطلب طولانیه ولی من سعی می‌کنم با هر بخش‌های مختصر بگم حتما این رویکرد امنیتی ریشه های متفاوت داره به خصوص بخش حرم هستش که نقد بهش وارد بکنیم از منظرهای متفاوتی میتونیم بهش نقد وارد بکنیم ولی این بخشی که در واقع من در نظر گرفتم در موردش صحبت بکنم مسئله شناخت هست وقتی که ادوارد سعید کتاب شهرشناسیش رو می‌نویسه اشاره می‌کنه در واقع به نوع شناخت غرب از شهر که در واقع یک نوع شناخت معطوف به خوده یعنی در واقع غربی‌ها با تصویری که خودشون از هویت خودشون دارن نوعی تصویر هویتی از شهر ارائه میدن که لزوماً منطبق با اون تصویر هویتی شرط نیست و نخواهد بود چنانچه ما این رویکرد رو ادامه بدیم در عرصه‌های مختلف به اشکال برمی‌خوریم به طور مشخص من الان می‌خوام بپردازم به مسئله دولت ملت و مسئله شناخت دولت ملت از منظر در واقع غرب در مقطع تاریخی 96 تا 2001 و بعد از 2001 در واقع شناخت یا عدم شناخت دولت ملت در فاصله سالهای 96 تا 2001 توسط غرب و بعد از اون تلاش برای دولت سازی از 2001 به بعد توسط غرب داره اشارات شناختی هست از نظر من که بعداً تبعات امنیتی خواهد داشت این اشکال شناختی در واقع ریشه داره در یک عدم شناخت دقیق از یک مسئله هویتی یعنی اگر که دولت‌ها رو ببینیم برایند به صورت برایند هویت یک جامعه ببینیم باید شکل‌های متمایز و متفاوتی رو براشون در نظر بگیریم در صورتی که از قرن 18 تقریبا به بعد مفهوم دولت ملت پیدا میشه با این معیارها و المان‌هایی که الان می‌شناسیم که خصوصاً مشخصه واضح داره سرزمین مشخص، قلمرو مشخص، جمعیت مشخص و یک قدرت که دارای مشروعیت در دولت مشروع و اگر که چنین المان‌هایی یافت بشه توی ساختار در واقع دولتی پذیرفته شده است از جانب کشورهای دیگر و نهادهای بین‌المللی و در غیر این صورت نه در فاصله سالهای 96 تا 2001 ما می‌دونیم که اون پدیده که عنوان حالا دولت طالبان سر برمیاره فقط از جانب سه تا دولت پذیرش قرار می‌گیره پاکستان، امارات متحده عربی و عربستان سعودی بقیه دنیا در واقع نمی‌پذیرن علاوه بر حالا مسائل سیاسی که اون زمان وجود داشته مسئله که می‌خوام در موردش صحبت بکنم مسئله رویکرد حتی متفکران و پژوهشگران غربی نسبت به پذیرش طالبان در این مقطع به عنوان دولت هست حتی اونا هم نمی‌پذیرن به عنوان مثال ژان فرانسوا دانیو که یه متفکر و یه تحلیلگر سیاسی مطرح هست در حوزه خاورمیانه در فرانسه همواره از لفظ جنبش برای توصیف درباره طالبان استفاده می‌کنه چه قبل از 96 و چه در سالهای بعدش در صورت که در واقع معیارهای ساخت دولت طالبان یک معیارهای متفاوتی بوده معیارهای ساخت دولت اسلامی بوده یه مروری ازش بکنیم که در واقع ما داریم مرور میکنیم بررسی میکنیم یک نگاه خاصی رو بر مبنای یک درک واحدی از مسئله هویت که یک تعریف
تعریف خاصی و واحدی رو از مسئله دولت به ما میده که این مسئله باعث یک بخش نادیده گرفتن ساختار دولت میشه وقتی در این کاتگوری نمی‌گنجه و یک مسئله یک از یک جانب از دولت‌داری در واقع باعث میشه که پروسه دولت‌سازی یا استیت‌بیلدینگ بر اساس همین معیارها مطرح بشه و اینکه چطور در واقع با معیارهای مدیریتی متفاوت الگوهای متفاوتی تولید میشه که این الگوی واحد الگوی ناکارآمدی خواهد بود که بعد از اون تبعات امنیتی داره. برگردیم مسئله طالبان. طالبان در واقع دولت اسلامی رو میاد بنیان میذاره در فاصله سال 96 که بر اساس معیارهای یک دولت اسلامی دولت مشروعی به حساب میومد. بر اساس مطالعات که آقای دکتر بیرانی در ایران کردن برمیگردن به دولت پیامبر و مبانی در واقع ساختار و مشروعیتش رو برمیشمارن. یکی از اونها تعریف نوعی وحدتگرایی در مقابل تکثرگرایی بر مبنای ایمان هست. مسئله دیگرش مسئله بیعت هست و مسئله بعدی مسئله مشروعیت کاریزماتیک پیامبر. منهای اینکه این مسئله چقدر موفق یا ناموفق بوده دوره طالبان می‌بینید که طالبان تمایل دارن و سعی می‌کنن تمامی این المان‌ها رو به نوعی بازتولید بکنن. در مورد موفقیتشون صحبت نمی‌کنیم ولی در مورد این تفاوت صحبت می‌کنیم که این تفاوت معیارها در دولت سازی در واقع باعث میشه که حتی متفکری و تحلیلگرهای غربی تطبیق نتونن بدن این شکل دولت رو با اون شکل به ظاهر مشروع و پذیرفته شده از شکل دولت ملت که از بعد از قرن 18 تعریف میشه. بعد از اون بعد از سال 2001 در واقع یک پروسه برعکس اتفاق میفته. یعنی اگر قبل از اون مسئله نفی شناخت یک دولت ملت از در کاتگوری دولت ملت غربی قرار نمیگیره، بعد از سال 2001 اصرار بر ایجاد دولت ملتی است که در اون کاتگوری اتفاقا قرار میگیره. این که حالا چقدر در واقع از این فاصله هویتی ایجاد این دولت ملت به عنوان یک شکل بیرونی که از بیرون این جامعه اومده موفق هست یا نه، میتونیم یه نگاهی بکنیم در واقع به وضعیتی که وجود داره، به وضعیت حضور همچنان طالبان در افغانستان، به وضعیت ناامیدی که طبق در واقع نظرسنجی که در مارس 2016 انجام گرفت بیش از 2/3 مردم افغانستان ناامیدن از به ثمر رسیدن گفتگوهای صلح، و یک پژوهشی که سال 2016 در دانشگاه ییل آمریکا در واقع صورت گرفته مبنی بر اینکه تشخیص داده شده ایجاد نوع جدیدی از هویت گروهی در میان ساکنین افغانستان که در واقع میتونه هر گونه حمله خارجی رو متوجه ایجاد نوعی همبستگی با طالبان بکنه. پس عملا می‌بینیم که این پروسه ثانویه در واقع استیت‌بیلدینگ هم بعد از 2001 دقیقا به خاطر اینکه با همون فاصله شرق‌شناسانه اولی داره از اون موضع وارد میشه پروسه موفق نخواهد بود. و به طور خیلی خلاصه فقط می‌پردازم به خاطر اینکه سریع می‌خوام برسم به ارتباط این مسئله ناامنی به مسئله مهاجرت. در واقع این عدم شناخت نتیجه عمدش مسئله ایجاد و گسترش ناامنی هست، طوری که طبق نظرسنجی‌های در سال 2016 در واقع صورت گرفته در افغانستان بیشترین عامل مهاجرت ساکنین افغانستان عمده‌ترین دلیلش اول مسئله امنیت و بعد مسائل اقتصادی بوده. پس پررنگ بودن عامل در واقع امنیت و پیوندش با مسئله مهاجرت رو می‌بینیم. علاوه بر این که در واقع گروه‌های اسلام‌گرای رادیکال دیگه وارد صحنه شدن، مناسبات جدید خودشون رو سامان دادن. من به طور در واقع موردی فقط اشاره می‌کنم به یه سری راه‌حل‌های مختصری که تلاش کردم که ارائه بدم در مورد همین رویکرد امنیتی غرب در واقع مسئله افغانستان. چشم یکی مسئله در درجه اول چون نقطه عظیمت ما نقطه عظیمت هویتی هست، به تصور من ترهیز از نگاه شیعه‌انگارانه به مردم افغانستان با رویکردی مبتنی بر آبجکتیفیکیشن نمیتونیم به حل مسئله برسیم. وقتی که اعلام جنگ میکنیم در سال 2001 علیه پدیده به اسم تروریسم، باید حتما در نظر بگیریم که وقتی که داریم میجنگیم با این پدیده در واقع داریم به یک جغرافیای خاصی
رو میکنید با مردم خاصی داره هویت و ویژگی های خاصی. پس بنابراین پرهیز از تقلیل دادن در مواجهه با پدیده خیلی مهمه. مزایای جنگ چریکی و ناکارآمدی عملیات هوایی، وقتی از دور با پدیده مواجه میشیم لاجرم به طور عینی هم در سرزمین دور مواجه میشیم با دشمنمون، حتی با اون سوژه در واقع مورد مواجهه. جنگی که در بیرش هستیم جنگ بدون جبهه هست، بنابراین با متد جنگ کلاسیک نمیشه رفت به سراغ این دشمن. بنابراین میبینیم که اولین جنگ زمینی افغان ایالات متحده آمریکا بعد از جنگ ویتنام جنگ عراق خونده میشه، نه جنگ افغانستان، به خاطر اینکه در واقع رویکرد اولیه در مبارزه افغانستان نبرد هوایی هست، این نبرد دور، همونطور که در ذهن دوره به طور عینی این فاصله و این دور بودن از دشمن هم چقدر ما ناکام در واقع می‌ذاره در مواجهه با مسئله دشمن. مسئله دیگه، مسئله توجه به منابع مالی، مسئله فقر اقتصادی، اقتصاد مواد مخدر و تمایل در واقع گروه‌های رادیکالی که وجود داره برای دستیافتن به اقتصاد مواد مخدر، فسادی که این وسط میتونه شکل بگیره و نگاه دقیق‌تر به این مسئله. و مورد آخر که میشه پیشنهاد داد به عنوان راحت، نگاه دوباره به منطقه و مسئله جنگ‌های نیابتی. مناسبات در واقع سال 96 تا 2001 تغییر کرده الان، پس بنابراین نیروهای متفاوت از مناظر متفاوت دارن وارد میشن و جنگ‌های نیابتی هم شکل دیگری به خودش گرفته. متاسفانه به دلیل کمی وقت وارد جزئیات نمیتونم بشم. خیلی سریع به پردازم به نسبت این مسئله، همه این مسائل که در واقع موجب ناامنی میشه با مسئله مهاجرت و اینکه چطور دوباره یک مشکل هویتی ایجاد میکنه. سال 1975 لوئیس دوپری تحقیق میکنه در مورد الگوهای استقرار جمعیت در افغانستان که دو تا الگوی خیلی طبیعی رو مطرح میکنه. این الگوی استقرار جمعیت خطی، استقرار جمعیت در حاشیه رودخانه ها بوده و استقرار جمعیت هسته‌ای که در واقع استقرار جمعیت در شهرهای و کلان شهرها بوده و به دور اون شهرهای کوچکتر و بعد از اون روستاها، و معتقد بوده در سال 1975 که این الگو الگوی رو به گسترش به اصلی رفت. متاسفانه تقریبا 4 سال بعد از اینکه این الگوهای طبیعی استقرار و پراکندگی جمعیت در افغانستان مطرح میشه با جنگ مواجه هستیم که الگوی در واقع استقرار جمعیت رو به هم میریزه و مسئله مهاجرت اتفاق میفته که در حال حاضر در واقع شکل‌های متفاوت مهاجرتی داریم که می‌بینیم که چطور این شکل‌های متفاوت مهاجرتی نسبت مستقیم پیدا می‌کنه با در آینده مسئله هویت در افغانستان. مهاجرت درون مرزهای افغانستان از ولایت به ولایت دیگه، به طور ویژه از روستاها و شهرهای کوچکتر به سمت شهرهای بزرگتر، مهاجرت از افغانستان به خارج از افغانستان، به طور ویژه از شهرها به خارج از کشور، مهاجرانی که به زور در واقع بازگردونده میشن به طور ویژه نتیجه مهاجرت های سال 2015 به بعد که مسئول اصلی اونها هم بیشتر شهرها هست تا روستاها، و همه اینها در واقع ما رو به این نتیجه میرسونه که روستاها کم کم داره خالی میشه، یعنی جاهایی که در واقع مبانی ایجاد هویت بومی هست در افغانستان خالی میشه، و این از این منظر میتونه خطرناک باشه که مبنای شکل‌گیری هویت جدید جنگه، یعنی مبنا دور میشیم از مبانی بومی هویت ساز، نزدیک میشیم به ساختار جمعیتی طوری داره چیده میشه که مبنای ایجاد هویتش جنگ و ضرورت روبرو با امر استثنایی جنگ و دشمن در واقع در حال دشمن که قابل مخاصمه است. پس بنابراین می‌بینید که امنیت به شکلی دولت ملت به عنوان یک مسئله هویتی نادیده گرفتنش چطوری باعث ایجاد یک بحران امنیتی میشه و چطوری مثل یک دومینوی شوم واقعا این بحران امنیتی میرسه به مسئله بحران مهاجرت که باز بحران هویتی رو باز تولید میکنه. خیلی متشکرم. من فکر میکنم همه دوستانی که در این جلسه حضور دارن تجربه سفر به کشورها یا شهر دیگر داشتن، حتما چند روزی از خانه و کاشانه دور بودن و
گاهی حتی در هتل های پنج ستاره هم اقامت داشتن چند روز. وقتی برگشتن به خونه گفتن هیچ جن خونه خود آدم نمیشه. حالا تصور بکنید اگه چند روز دور بودن از خونه قد سخت باشه، چند سال و بدون امید به اینکه آیا امکان بازگشتی هست، چقدر میتونه برای یک مهاجر سخت باشه. البته آقای دکتر تمدن وقتی تشریف دارن سخت جلوشون شعر بخونیم، چون میگن که یکی از موانع گسترش همکاری ها بین ایران و افغانستان خوندن شعر زیاده. ولی میخوام اشاره بکنم به ادبیات کهن تمدن مشترک ما و اینکه شاید یکی از نمونه های جدا شدن از خانه و کاشانه رو ما بتونیم در سرنوشت نی ببینیم. وقتی از نیستان جدا میافته و جایی که میگه که کس نیستان تا مرا بریدند، از نفیر مرد و زن نالیدند. و وقتی داستان نی رو از زبان مولانا میخونیم، شاید شرح حال بسیاری از مهاجرینی باشه که به جوامع مختلف میرن و درد دلشون رو از زبانهای مختلف میشنن، ولی باز میگه هیچ کس نتونست از درون من درد من رو بفهم و دریافت بکنه. یکی از مهاجرین موفقی که در سالهای اخیر از ایران به کشور خودش برگشته و تونسته خدمتگزار راستینی برای مردم کشورش باشه، جناب سردار محمد رحیمی هست. برای من و بسیاری از دوستانم در ایران خیلی باعث افتخار هست آشنایی با آقای دکتر رحیمی، حضور و همکاری در نشست های علمی با هم دیگه. و امروز ازشون خواهش میکنم به صحبتشون بگذارم. سلام صبح بخیر حضور محترم در این نشست علمی. سعی میکنم مثال خلاصه در عرض 15 دقیقه سوالات خودم رو در موضوع از همزبانی فهمیدی نام نشستی بود یا نامی بردی، ولی بیشتر در موضوع مهاجرت پس میشد. شاید خود به دلیل ازی که همه ما مهاجر، بخشی از ما مهاجر بودیم و مهاجرت موضوع اصلی است، ولی خب برمیگردم مهاجر و موضوعی که مداده شده هرشن این موضوع خیلی دیر داده شد. دیشب هم گفتیم که شما سوال سخنرانی کنید و از دیشب خواهش میکنم که چی بود، چون خیلی هم یعنی آمادگی هم داشتم، ذهنیت هم مرتبی به مرکز نداد. اما فکر کردم که برای پادکاستی که ما نسبت به همدیگه میکنیم یا اعلان موضعی که نسبت به همدیگه میکنیم برای افغان و برای ایرانی، در مورد اینکه ایرانی ها بیشتر بخوان دفاع بکنن از اینکه ما به مهاجرین رسمی کردیم تلاش خود انجام بدیم و آنها بیشتر کافی از اینکه مهاجرین در پاکستان در ایران خوب نیست، در کردیم به اینکه به موضوعات بپردازیم که این موضوعات فهم بیشتر و فهم بهتر و فهم تعامل ایجاد بکنه تا بتونیم به موضوع ورود بهتر داشته باشیم. جایی که بخوایم اعلام موضوع بکنیم، جایی که بخوایم در واقع صرفا به خاطرات چون هدف نشست علمی هم همین هستش. ببینید وقتی من موضوعی که انتخاب کردم در حوزه بحث همین پنل که از همزبانی خواهندگی است، بحث زبان هستش. چگونه میتوانیم از همزبانی به همدلی برسیم؟ شاید به همدلی رسیدن در واقع بحث طولانی باشه، جامعه باشه، یعنی به مباحث مختلف داشته باشه. اما تعیین موضوع در واقع اینه که خود زبان در افغانستان و در ایران چگونه فهمیده میشه و چگونه با این در واقع عنصر برخورد میشه و چه نقشی میتونه داشته باشه در همکاری. حالا من همدلی نمیدونم، چون نگاه من نگاه سیاسی هست، من معلم علوم سیاسی باشم، علوم سیاسی از این نظر هست. و یکی یک مقداری از اون تعاملات روزمره زبانی که ما زبان مشترک داریم، بنابراین یک حوزه فهمی مشترک داریم، خارج بشیم برسیم بریم به درون بحث زبان و آثار زبان. زبان در افغانستان و ایران خصوصا از نظر سیاسی چگونه تحلیل میشه و این زبان به عنوان عنصر سیاسی چگونه میتواند عامل تعامل یا عامل واگرایی بین کشور باشه. بحث را از اینجا شروع بکنم که به نظر من در واقع زبان به عنوان یک عنصر فرهنگی قبل از شکل‌گیری دولت ملت در چارچوب امپراتوری‌ها یا امت واحد نام شده امت اسلامی یا مثلا امپراتوری‌هایی که در فجات پایفی وجود داشته و سرزمین‌های مشترکی در واقع ما به عنوان حوزه تنابع فارسی می‌شناسیم کارکرد خود شده داشت. ما بعد از شکل‌گیری دولت ملت‌ها هرچند به صورت ناقص در خاورمیانه در شرق که افغانستان و ایران نشسته باشه، زبان کارکرد سیاسی پیدا کرد. زمان میشه بخشی از عنصر قدرت در یک جامعه. وقتی که ما دولت جمهوری اسلامی افغانستان و دولت جمهوری اسلامی ایران رو در واقع بهش اشاره میکنیم، میشه زبان بخشی از عنصر قدرت، زبان بخشی از عنصر هویت.
زبان در واقع کارکرد سیاسی بسیار مهمی پیدا می‌کنه. و بعد زبان در زبان سیاسی افغانستان و زبان سیاسی ایران فکر می‌کنم که دو مشکل عام داره که به او خواهیم پرداخت. یکی که دچار در واقع پیچیدگی‌های زبانی در هر دو کشور مواجه است. یعنی که زبان فارسی در ایران درست است به عنوان زبان رسمی محسوب میشه، اما ما گویش‌ها، لهجه‌ها و حتی غیر زبان فارسی، زبان عربی، زبان ترکمنی یا زبان‌های دیگه هم داریم، آذری در واقع داریم که اینها تحت سیطره زبان فارسی در واقع قرار گرفتن. حالا بسیار همین که اشاره کردن زبان یک عنصر قدرت است، اما خاطر تلاش میشه سر دولت مرکزی که زبان تسری پیدا بکنه در کل جامعه که او کارکرد یکپارچگی و وحدت بخشی سیاسیش رو داشته باشه. در افغانستان هم ما با یک پیچیدگی مواجه هستیم که در افغانستان ما گویش‌های مختلف و زبان‌های مختلف داریم، زبان پشتو، زبان فارسی و زبان ازبکی، زبان بلوچی، پشهی، زبان‌های مختلف. بنابراین ما با پیچیدگی‌های زبانی در افغانستان هم مواجهیم که خصوصا دولت تلاش می‌کنه که به عنوان یک عنصر قدرت بخشی و هویت بخشی زبان رو در واقع نموی باش در تعامل است یا با او در حال کار کردن است در جامعه افغانستان. این باعث میشه که ما با مجموعه از چالش ها در جامعه افغانستان مواجه باشیم. شما بسیار به عینه شاهد هستید در مورد درگیری ها یا تناقشات که در حوزه اینکه زبان ما فارسی است، دری است، چه نسبتی داره با زبان فارسی ایرانی، ریشه رو چی میگرده. در این وقتا بسیار بحث داغ است و احتمال دست امروز هم نیست، بس دیرینه ماست. از زمانی که افغانستان در یک دولت ملت به وجود آمده گفتیم با یک نگاه تسامحی، نه به عنوان عید و کار رو عملی تنبیم دولت ملت هست، به عنوان تسامحی دولت ملت کشور رسیم. این باعث وجود داره شد هنوز هم وجود داره و هنوز هم به یک تحن مشترک یک تحن تعاملی دست نیافتیم. بنابراین هم در ایران زبان با پیچیدگی‌های خاص خودش مواجه است، هم در افغانستان زبان با پیچیدگی‌های خاص خودش مواجه است از منظر سیاسی، زبان سیاسی رو. و خیلی هم اشاره کردیم که زبان بعد از شکل‌گیری دولت ملت کارکرد سیاسی پیدا می‌کنه. نمی‌تونیم اینو در چارچوب در واقع یک حوزه مشترک بین ایران و افغانستان و تاجیکستان به کار بگیریم. بله، ما زبان ما مشترک است، بنابراین یک عنصر خیلی مناسب برای تعامل و همکاری بین افغانستان و ایران و تاجیکستان در واقع تعمیده میشه، مگر اینکه زبان را در چارچوب کارکردی که در درون یک دولت دارد ما مورد بررسی قرار بدیم، از منظر زبان سیاسی با تعامل خودمون رو با کشورهای همسایه، کشورهای در حوزه دیگر تعریف کنیم یا شکل بدیم. از اون منظر ما میتونیم موفق بشیم. در غیر از این صورت زبان نه تنها عامل همگرایی بلکه عامل واگرایی است، هم در افغانستان، هم در ایران و هم در درون کشور. دوم، ناپختگی زبان سیاسی در هر دو کشور است. به نظر من واقعا زبان نمیخوام مثلا متخصص زبان نیست اونجا آقای دکتر مهدی حضور دارن در مشاور ایران، من فکر میکنم که زبان سیاسی ما زبان ناپخته ای است، هم در ایران هم در افغانستان. خیلی در واقع ساده تعریف را شما میتونید پیدا کنید. در افغانستان هنوز در واقع مفاهیم سیاسی با او معادل‌ها یا مترادف‌هایی که در زبان فارسی داریم، مثلا انگلیسی یا لاتین برگردان میشن، بسیار ناقص است، بسیار مبهم، بسیار گنده. مفهوم حاکمیت میدید، مفهوم استقلال، مفهوم سیاست خارجی، رابط خارجی. من چون معلم علوم سیاسی هم با خیلی از دانشجویان خودم در مقطع لیسانس ماستری خصوصا در ارتباط بودم، میدونم که واقعا دانشجوی ما هیچ درک بنیادی از این مفاهیم نداره، چرا که درک سیاسی از مفهوم استقلال و حاکمیت خیلی برمیگرده به مفهوم استعلایی شعر و ادبیاتی که لحاظ تاریخی داشته. بنابراین زبان استعلایی ادب و هنر فارسی و شاید هم پشتو خیلی مستعد این مفاهیم تنگیری در واقع زبان انگلیسی نیستن که ما با اونها میکنیم بحث حاکمیت، بحث استقلال، بحث سیاست، بحث قدرت رو در واقع مطرح کنیم. این باعث میشه که ما زبان سیاسی ما الکن باشه. زبان سیاسی افغانها الکن است، بسیار الکنتر از ایران. حداقل ایران در واقع یک پارچگی زبانی رو در درون کشور خودش به وجود آورد، اما در افغانستان یک پارچگی هم وجود نداره. ما در واقع هنوز سر اینکه ادبیات ما، ساختار زبانی ما چگونه باشه بسیار مشکل داریم، هم در پشتو، هم در فارسی، هم در زبانهای دیگر. مخاطب هم برگردان واژه های کنکریت انگلیسی به زبان دری یا زبان پشتو کار بسیار مشکل و گاهی اوقات ناممکن و گاهی اوقات هم در حوزه غلط صورت گرفته و باعث ایهام و سردرگمی ما در حوزه زبان سیاسی ما شد. و با این زبان سیاسی طبیعتاً امکان تعامل ما به لحاظ سیاسی با کشورهای دیگه بسیار سخت است، بسیار مشکل است، خصوصا کشوری که گویی با او همزبانی یا در واقع روابط مشترک فرهنگی زبانی داره. در ایران هم این تفکیک مشکل وجود داره. زبان سیاسی ایران هم بسیار ناقص است. مثلا
گفتم نه از نظر زبان شناختی، از نظر سیاسی داره به مسئله اشاره میکنه. مثلا وقتی که یک مقام ارشد حکومتی میگه بحرین دیگه چی است؟ تا 30 سال پیش اینا تحویل مالی یا مال ایران بودن، حالا آمدن برای ما شاشانه میکشن. یا اسرائیل باید در صحنه روزگار محشر. من میدونم این تیتل هیچ شاید ایرانی هیچ مفاد ارشدی نباشه که اسرائیل مثلا مفهوم مفهوم نابود شد یا هیچ انسان اسرائیلی وجود نداشته باشه. من تو منظورش نیست که اسرائیل مثلا یک کشوری که مخاصم هست یا دشمن ایران هست باید در واقع رژیمش هست. یا ممکنه مثلا فکر این باشه که بحرین حالا برای ما یک کشوری بوده قبلا بخشی از ما بوده، حالا به نباید اینقدر با ما در واقع تندی بکنه، یعنی احترام بزرگی ما رعایت بکنه. ولی نوع ادبیات سیاسی که استفاده میشه بسیار ناپخته است، به دلیل اینکه باز این زبان سیاسی که ما به کار میبندیم با این در واقع پیچیدگی ها هم در ایران هم در افغانستان مواجه است و این باعث میشه که در واقع به این قالب وقتی ما گفتگو میکنیم با هم دیگه نتونیم به یک نتیجه مشترک برسیم، نتونیم در واقع یک فاهم سازنده داشته باشیم. بنابراین از این منظر مثلا ویژگی کلی رو نشانه میکنیم که در واقع متنش نمیرسیم، یکی که زبان در افغانستان در ایران ایدئولوژیک هست، مثلا از مفاهیم مثل استقبال، استعمار، استفاده میشه و مذهبی ایدئالیستی کارمانگرایانه است، مثل که مثلا مبارزه با ظلم و تلاش برای عدالت خیلی در واقع استعلایی و معنوی هست و با هم غیر مخالف و پرخاش شده. در افغانستان این زبان سیاسی در میانه بین ایدئالیسم و رئالیسم هست، به دلیل سنت تجدد، ولی بیشتر سنتیه مثل در روانشتی به ایران شده. زمینی و مادی، منطقی زمینی و مادی زبان سیاسی افغانستان فرد میگرده به تجربه چهار در جنگ و نابسامانی و بدبختی که افغانستان داشتن که نگاهش زمینی و مادی شده، دیگه استعلایی نیست برخلاف ایران، بیشتر به جنگ، به خشونت، به مثلا منافع مادی، به امنیت، به اینها در واقع خیلی دقت میکنه. و در افغانستان همچنین ساکن و ایستایی داره، عدم رشد سیاسی داره دیده میشه در درس پرمار. راستا تو طول من نمیگه که بسیاری کمی در بود در افغانستان بسیار روش شد و این یکی بود باشد و در افغانستان خصوصا زبان برون افضار و حضیت و قدرت این موجود بسیار در دارم است. با این بس بنابراین شباهت های بین زبان سیاسی افغانستان و ایران ایست که ایدالیستی هستن اما با جهنگیری های مذهبی و فرهنگی و تامی متفاوت و برخی از ویژگی های واژگان مشترک زبانی دارید یافت میشن اما تفاوت هایش ایست که زبان در افغانستان بیشتر به عنوان ابزار قدرت و هویت خصوص در واقع استفاده میشه و زبان سیاسی به سمت ایدئولوژیک شدن در افغانستان پیش میره. یک تفاوت است که زبان افغانستان زبان سیاسی در افغانستان و ایران چشم میگیره. بنابراین از این منظر اگر ما میخواهیم که از همزبانی به همدلی برسیم گام اولی است که یک نگاه درونی به بحث زبان سیاسی داشته باشید که این دو زبان سیاسی چقدر ظرفیت لازم رو برای تعامل با هم به حیث دو کشور همسایه اما همزبان دارد. همزبان به لحاظ سطحی اما به لحاظ محتوایی نیازمند شناخت علمی ظرافت‌ها و ویژگی‌هایی است که در زبان سیاسی دو کشور وجود دارد. السلام علیکم و رحمت الله. سیاسی بین ایران و افغانستان اشاره کردن من تو میگم حتی بین آدمایی که مقیم هستن در یک کشور و آدمایی که مهاجرت میکنن هم زبان به مرور تفاوت پیدا میکنه، یعنی جهان‌بینی مهاجران تغییر میکنه. انقدری که امروزه تو دنیا ادبیات به نام ادبیات مهاجرت داریم و نویسندگان این حوزه نگاه تازه‌ای رو دارن مطرح میکنن، نمونهش رو میشه در آثار جمحا لاهیری که درباره مهاجران هندی در سراسر دنیا داره ادبیات جدیدی رو تولید میکنه، یا در آثار خانم گلی ترقی در ایران نمیشه در کتاب دو دنیا میتونیم مقایسه ای که نسبت به زندگی در تهران و زندگی در پاریس شاید قلب مدرنیته اضافه بگیم و اندوهی که این آدم در دوری از کشور خودش رو تو نوشتاش داره بازگو میکنه مشاهده کرد. بنابراین خوبه که روی بحث ادبیات مهاجرت هم ما ایرانی‌ها و شما دوستان افغانستانی بیاییم مطالعاتی رو با همدیگه پژوهش‌های دانشگاهی رو انجام بدیم و ببینیم که احساس مهاجران چی هستش و چه ادبیاتی رو دارن تولید میکنن. از آقای دکتر چگینی‌زاده استاد بزرگوار کنم که بحث گسترش همکاری دانشگاهی بین ایران و افغانستان رو ایشون اولین بار تو دانشگاه علامه مطرح کردن و شاید بشه گفتش که این نشست امروز یکی از نتایج دیدگاه خوب و مثبت ایشون نسبت به همکاری‌های بین دو کشور بوده رو خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد
من خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و این خوشحالی رو نمیتونم پنهان کنم. بسیار مشهور هستم. من از 18 سالگی خارج از ایران در رفت آمد بودم. ولی هیچ جا احساس زیبایی مثل مسافرت رو به کابل یا افغانستان برمیرم چرا باید راجع به موضوعی که الان ما دور هم جمع شدیم صحبت کنیم؟ نیاز از کجا ناشی میشه؟ بعضی از دوستان نیاز رو عاطفی و احساسی مطرح میکنن که خب ما خیلی آدم های خوبی دو تا هر کشور هستیم و بعد با هم دیگه مهربان‌تر باشیم و از این قبیل موضوعات من خیلی نمی‌کنم نوع ادله و استدلال بتونه کارگشا باشه. بعضی از دوستان بحث رو تمدنی می‌کنن که خب ما هر دو متعلق به تمدن بیتار ضرورت داره و باید دیگه خوب برخورد کنیم. من استنبادم این هست که این دو ضرورت نه در تاریخ روابط گسترده و عمیقی بین دو ملت ایجاد کرده و نخواهد. اگر ما نگاهی به تاریخ بکنیم هیچ دو کشوری روابط عمیق و گسترده ای نداشتن به دلیل اینکه از یک تاریخ مثلا مشترک برخورد یا زبان مشترک یا دین مشترک برخورد. خب این همه عرب ها چون اینقدر باندیم مشکل دارن همه شد علمان یه زبان دارم اسامی مشترک هم دارم. من میخواستم صبح بیام بینم همه اسامی که اون میزه که نهوی اینا مثل که توی ایران توی دانشگاه خودمون داریم هم با هم دیگه صحبت میکنم. ولی آیا اینا سرمنشأ یک نوعی از کانکشن بین کشورها شده تا الان نشده دوست با همه زیبایی هایی که داره با همه خوبی هایی هم از اینه که من کشیده میشم به جایی که دانشجوی اونجا هستم و اون اهمیت آیا چاره ای ما داریم جز این که امنیت رو سرمنشأ موضوع تفکری خودمون قرار بدیم و از اون دیدگاه بیاییم به اینجا برسیم که ضرورتاً ما به یه نقطه این برسیم که لازمش مشکلات بنیادین هستش، گرفتاری های جدی هستش و و و در نتیجه اون چیزی که من میخوام در آخر صحبت کنم یه وظیفه ای من هیچ وقت من دانشوی رو تو شریعتی بودم من نسلی هستم که با عربیات مرحوم رو تو شریعتی بزرگ شده با اون آمانتان با اون آغز رو روشنفکر مسئول یه واژه‌ای هست که بسیار مورد توجه ایشون بوده. مدت مدید این کلمه خیلی به دلم نمیچسبید ولی دوباره میشه که از اون میگن انسان یه افتخیزهای نه تنها معرفتی داره ولی احساسی هم داره. الان دوباره رسیدم به اینکه خیلی روشن فکران در جوامع ما و شما مسئولیت زیادی بر عهده دارن و اون مسئولیت زیاد اگر مورد توجه ما قرار بگیره میتونه تو بحث امنیت گره گشا بشه. بحث اساسی من کلیدی ترین موضوعی که زندگی روزمره ما رو شکل میده واقعیت ها نیست. بعضی ها میگن پرسپشن، بعضی ها میگن نراتیو یا روایت ها هستن. این روایات هستن که زندگی روزمره ما رو از همدیگه یا زندگی روزمره ما رو شکل میدن. من اینجا فقط میخوام یه تعریضی به صحبت همه دوستان افغان میزنم. در سخن خودشون که انهو یه دامیننت دیسکورس به نام دیسکورس ایرانی وجود داره، دامیننت نراتیو به نام نراتیو ایرانی وجود داره و اصلا نراتیو افغانی وجود نداره و نراتیو افغان اصلا نیست. هیچ کدوم از شما نیومدید بگید این روایت افغانها از ایرانیها است و در نتیجه این روایت میتونه به این خیرها و به این شرها ما رو منتهی بکنه.
شما از روایات سرور بزرگوار آقای سید موسوی هستیم که راجب ایرانی ها و چگونه افغان ها رو مورد مخاطب قرار میدن سخن گفتن و این کاش راجب این که افغان ها ایرانی ها رو چطور مورد پذیرش قرار میدن هم صحبت بگونه میدن. من سه تا کاری که ما کردیم که با همکاری مساعدت و شاید تمام زحمت به گردن آقای دکتر مراجعه و دوستانشون بود به یه چیز عمده کل پژوهش ما رسید که تمام افغانها زن، مرد، جوون، پیر، شیعه، غیر شیعه، پشتو، غیر پشتو نسبت به ایران یه سنس بی‌اعتمادی دارن. این تنها چیزی بود که از کل این گزارش ما شاید بتونیم بگیم خلاصه بشه. دوستان، بی‌اعتمادی ما رو به تفسیر منفی از واقعیت رهنمون روانشناسانه ها، نه با توصیه. ما همیشه طرف مقابل رو از یک منظر منفی مورد توجه خودمون قرار میدیم. این چه آثاری روی دیسکورس و روی نراتیو افغان ها از ایران داشته بحثیست بماند واسه انشالله به قول اون طلبه همسه حجره. این بحث بحث بسیار بسیار مهم و کلیدی است. شاید بشه گفت دو تا عنصر جدی در روایت افغان ها از ایرانی ها وجود داره، یکی تبعیض، یکی تحقیر. این تبعیض و این تحقیری که در بنمایه های احساسی و قضاوتی شما ها قرار داره خیلی موضوع مهمی در فهم امروز ماست و فردا. بذارم یه نکته رو بگم و زود عجله کنم که خانم دکتر کاغذ می‌خونند. نگاه کنیم، آن چیزی که بسیار مهمه در مباحث ما همیشه تاریخ رو ورق می‌زنیم. دوستان بدانیم تاریخ هیچ حجیتی برای آینده نیست. اینکه ما هیچ جنگی با هم دیگه نداشتیم هیچ دلیلی به این نمیشه که جنگی با هم دیگه نداشته باشه. اینکه ما خیلی با هم دیگه و خیلی با هم دیگه اینا هیچ کدومش تاریخ هیچ نشانه ای از اتفاقات آینده نیست. یه جنرال فرانسوی صحبت بسیار عمیق داره، میگه همیشه ما خودمون رو واسه جنگ‌های گذشته آماده می‌کنیم در صورتی که جنگ‌های جدید مواجه ما باشیم. آن چیزی که من می‌خواستم خدمتتون عرض کنم اینه: روایت ایرانی‌ها از افغان‌ها کورش سکیورتایز کردن داره. این به خاطر صحبت های منه که میخوام موسیقی مرد بش بدیم. حتما خیلی قشنگ بزن چون میخواد اون زمختی سخن من رو بدیم. از کنم خدمتتون که یکی از چیزایی که بسیار مهمه و تو ایران کسی که من میرسم بشه اگه وقت داشته باشم، روایت ایرانی ها تمایل به سکیورتایز کردن افغان ها داره و روایت افغان ها از ایرانی ها پولیتیسایز به مرحله سکیورتایز نرسید. اما به نظرم میتونه در ادامه درسه و اگر روایت ایرانی ها که این جمله است که میخوام تون تون دو سه نکته رو بگم، امیدوارم تون گفتنم زرف نکنه کل بحث. دوستان، دولت در منطقه یه دولت ضعیفی بوده، نه یه دولت قوی، و یه دولت ضعیفتر خواهد شد. دولت در اگه منطقه رو آسیای جنوب غربی بگیریم، خاورمیانه بگیریم، ولی اگه همین جاهایی که ما داریم زندگی میکنیم رو ببینیم، این دولت در این منطقه روز به روز ضعیفتر میشه. نکته دوم اینه که تهدیدات آینده تهدیداتی خواهند بود که این دولت در هیچ شرایطی امکان پاسخ دادن به این تهدیدات رو نداره. یه مثال می‌زنم، عبور می‌کنم.
من اهل دسپول هستم. دسپول در خوزستان هست. خوزستان در جنوب غرب ایران هست. زمانی که ما کودک بودیم، بهترین منطقه ایران میشه یه بهار اون منطقه بود. الان حدود یک سوم سال گرد و خاک در اونجا هست و گاهی وقتا شب یک کسی با آرامی میخوابه، صبح که بیدار میشه به اندازه یک انگشت خاک در حیات خودش مشاهده میکنه و این احتمال زیاد تصورنش بسیار زیاده و نه دولت در ایران، نه دولت در عربستان، نه دولت در این مناطق قابلیت پاسخگویی به این نوع مشکلات رو نداره. مهاجرت میگیم دیگه، مهاجرت اتفاقا از خوزستان ایران به طرف شمال ایران شکل خواهد گرفت و دولتی که مواجه با مهاجرت هست چگونه میتونه مهاجر داخلی خودش رو مدیریت بکنه، let alone مهاجری که از افغانستان اومده. پس بنابراین آینده تهدیدات ما میگن شرق ایران واسه 20 سال آینده مشکلات جدی آب خواهد داشت. اگر این حرف درست باشه که ظاهرت درسته، پس بنابراین شرق ایران یعنی ما و شما دیگه. پس بنابراین یه جایی خواهد بود که گرفتاری های آب ما رو به یک نوع جدیدی از ضرورت ها رهنمون می کنند. مایی که الان رو نمیتونیم مدیریت بکنیم باید اون روز رو مدیریت بکنیم. خب برم آیم جلوتر. یه اتفاقی که افتاده، این کاغذه رو من نمیخواستم، یه اتفاقی که افتاده اینه که این مجموعه شرایط اصلا در گفتمان امروزیه نه در ایران با وجود داره نه در افغانستان. چرا؟ به دلیل اینکه دولت در ایران به دلایلی که الان اینجا نمیشه راجبش من صحبت بکنم، دولت در ایران مشغولیاتی بسیار فراتر از مشغولیات این چنینی داره. در نتیجه اصلا امکان این رو نداره که یه هفته دیگه، یه ده روز دیگه، یه ماهی دیگه رو نگاه کنه. نمیخوام وارد این بحث زیاد بشه چون دوستان ما در اینجا هستن که بهتر بتونست. دولت شما هم که قول اون عربه ایزن اینقدر مشکلات روزمره داره که اصلا مشکلات روزمره شو نمیتونه حل کنه. خب ما دو تا دولت داریم که اینا از زندگی روزمره تقریبا ناتوانه در اداره زندگی روزمره. حالا یه آینده ای که این آینده بسیار بسیار آینده متفاوتی از امروز خواهد. چه چیزی رو فراهم کرده؟ فرار ماها رو. دوستان هر کدوم از ما بتونیم از ایران و افغانستان فرار میکنیم. این هم دروغ درش نیست. ها؟ کانادا هست، نیوزلند هست، استرالیا هست، اروپا هست. چرا بمانم در این سرزمینی که این آینده رو داره؟ پس خود ما هم تعلق خیلی جدی به زندگی روزمره نداریم. این بدبختی خیلی کلیدی تره. یعنی نه دولتی داریم که کفایت اداری امور رو داره، نه ما اون دلبستگی و وابستگی که بمانیم و بجنگیم و بجنگیم و بجنگیم و بجنگیم. خب چه میشه؟ اون میشه که خواهد شد. اما چیکار باید کرد؟ من فکر میکنم اگر آقای دکتر مرادی بشه جامعه مدنی ایران و افغانستان رو به گرفتاری های آینده یک مقدار زیادی آشنا کرد که چه گرفتاری هایی در گرفتاری های آینده ما اصلا گرفتاری هایی نیست که امروز بده. من شنیدم در اطراف کابل شما یک روزی با سمت حفر زمین به چاه به آب میرسیدین، امروز خیلی بیشتر از اون باید برید و ده سال دیگه خیلی 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 بیشتر. این یعنی چی؟ خب دیگه حالا اون چیزاییست که راجبش صحبت میکنم. تا جامعه مدنی رو به شکلی حساس نکنیم نسبت به ضرورت پرداختن به اولویت هایی که زندگی روزمره ما رو شکل. من یه روزی تو ایران میگفتم من میتونم برم امریکا ولی تمام دستوری ها نمیتونن برم. شما میتونید بری امریکا ولی تمام کابلی ها، اون کابلی هایی که میمانند موضوع سخن منه.
من اینجا میخوام این نکته رو بگم. جامعه مدنی ما باز دلمشغولی‌هاش دلمشغولی‌های خیلی بلند مدت نیست. من طلوع شما رو واخداری گوش میدم. روزنامه 8 صبحتون رو میخونم. خیلی از این چیزایی که متداول بیشتر از این هم قضاوت من نیست. عذرخواهی میکنم. تو اونا هم نمیشه دید که اونا هم افقی دارن برای آینده افغانستان. روزنامه‌های ما هم همین تو. روزنامه های ما هم وقتی نگاه میکنه حتی روشن فکران ما. ما اگر آقای دکتر مرادیان این گفتگو که از روز اول که شما دست مبارکت رو دراز کردیم و ما با افتخار به اون پاسخ دادیم، من یک چیز تو ذهنم بود و اون این بود که ما هر دو سنخی از گرفتاری هایی رو خواهیم داشت که با همدیگه تقریبا مشترک. چگونه میتونیم یه اهتمام جمعی به حل اون مشکلات داشته باشیم و این میسر نیست مگر همکاری با هم دیگه. وضعیت من مشابه اون فیلسوف آلمانیه که میگه من در فلسفه بسیار بدبینم و بسیار بسیار به نقطه های سیاه رسیدم، اما در زندگی روزمره‌ام بسیار خوشبینم، بسیار سعی میکنم اقدام های خوشبینانه ای رو انجام بدم. من به لحاظ فلسفی خیلی بد نمی‌شدم، اما به لحاظ زندگی روزمره امیدوار هستم. امیدوار به این هستم که همگی ما با همدیگه از طریق این ونیوها بتونیم به یک نقاطی برسیم که اون نقاط زندگی ما رو حداقل از این خستگی امروز بیشتر نکنه. با عرض پوزش دکتر موسوی انجام دادن اضافه بکنم. ما دو سال پیش هم که در خدمت ایشون بودیم، ایشون به این مسئله جداسازی دانشجویان افغان از ایرانی اشاره کردن. برای من خیلی عجیب بود. وقتی برگشتم تهران خیلی پیگیری کردم ببینم تو کدوم دانشگاه یا کدوم کلاس این اتفاق رخ داده. اساتید دانشگاه علامه طباطبایی که اینجا حضور دارن میتونن شهادت بدن که هر کدوم چندین دانشجوی افغان توی کلاس‌های درسشون دارن که در کنار دانشجوی ایرانی دارن تحصیل می‌کنن. استاد آقای دکتر صادقی از دانشگاه تهران هستن، ایشون هم میتونن از تجربه خودشون بگن. اما من نکته‌ای رو اونجا دریافتم که برخی از دانشجویان افغان که فارسی زبان نیستن به پشتو صحبت می‌کنن و نمیتونن توی کلاس‌های درس حضور داشته باشن، یا براشون درسای پیش نیاز فارسی میذارن یا اگر کلاس های مشترک با دانشجویان دیگه هست براشون میذارن، ولی زمانی که فارسی بتونن صحبت بکنن برای ما هزینه ها بسیار کمتره که مشترک کلاس ها رو برگزار بکنیم نه کلاس های جداگانه داشته باشیم. اینه که ممکن بعضی اخبار گفته ها حاکی از این موضوع باشه، اما قطعا اینا به صورت استثناء بوده. افتخار ما گاهی حتی ما اصلا متوجه نمیشیم که دانشجوی افغان هست. داد آخایانشه یا اگه برای سفر پیش میاد میگه که من دارم میرم سفر، بنابراین این اجازه بدید بعد میگم مگه تو اهل کجای مقدمی من اهل هراتم یا اهل کابل هستم یا جای دیگه. یعنی انقدر عادی اینا نشسته که استاد حتی متوجه حضور دانشجوی غیر ایرانی سر کلاس نمیشه. دکتر اشاره که داشتن به رشته ادبیات فارسی هست، متاسفانه مشکل در دانشگاه تهران فقط در این رشته، فقط در این رشته بود. در رشته های دیگه نه. الان من دانشگاهی که در اون اینجا هستم خانم تختیاری دانشکده علوم اجتماعی که من هستم این مشکل رو ما نداریم، ولی رشته ادبیات فارسی زمین مشکل طبعا دانشگاه کابل همکاری که دارن، حتی دانشجوها استاد مشترک در ادبیات فارسی میگیرن که مشاور از ایرانه و راهنما از افغانستان هست و پایان‌نامه ها داره مشترک نمیشه شده. خیلی استثنایی این گسترشش ندیم به همه دانشگاه ها. من اشاره کردم در لایه‌های خیلی بحث‌ها هست. استاد بزرگوار اشاره کردن که یک نوع بی‌اعتمادی هست. این بی‌اعتمادی از پاسخون که نمی از زیارت هست. زیارت مرزا و مسئولان اینا که
بالاخره در زندگی روزانه مردم هر روز میبینن که اکنومی از کجا میشه. و بحث های دیگر هست که مصلحت نیست که از پرده برون افتاد راست. حالا پس من این جمعه من بگم آقای دکتر موسوی، در زندگی روزمره ما خیلی چیزها وجود داره، چرا بعضی برجسته میشه؟ برجسته سازی بعضی آره آره سطح شایی، ولی همین الان چم بگم اون چیزی که بسیار مهمه اینه که برجسته سازی بعضی، من اینو قبول دارم، من یه شرایط مادی وجود داره و از اون شرایط مادی اتفاق میفته، ولی تمام ادبیاتی که ما درس میکنیم به ما میگه که این حس اعتمادی دو بخش داره، یکی شرایط مادی داره، یکی شرایط روانی برجسته سازی داره. این دوتا وقتی کنار هم قرار میدید و خوبی اتفاق میشه. خواهش میکنم بخواهید که روزی برسه که کسی در دنیا مجبور نشه به زور به اجبار مهاجرت کنه.